درود بر زنان و مردان شجاع سرزمینم. امشب با یک خبر مهم از کانال آوای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. سرخط اخبار امشب: فاجعه در انتظار جنگل‌های شمال، ایران در حال تبدیل به سرزمین‌های سوخته و اعتراف نماینده مجلس، کمر مردم زیر بار گرانی شکسته است، انقلاب گرسنگان در راه است. اما قبل از مشروع این اخبار بشنوید پیام صوتی بانو فاطمه سپهری رو که به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر از زندان منتشر شده است. همه درده. شما امروز گفتی تاریخ چیه؟ گفتم امروز سوم خرداد، روز آزادی خرمشهره. اونایی که رفتن و دیگه هم بر نگشتن، اونا برای چی رفتن؟ برای جنایت امروز رفتن یا برای سعادت و پیشروی زندگی و کشورمون رفتن؟ کجا بگم؟ درود مردم شریف ایران. نوید افکاری هست. فاجعه در انتظار جنگل‌های شمال، ایران در حال تبدیل به سرزمین سوخته. جمهوری اسلامی در طول 44 سال حکمرانی فاجعه بار خود، بزرگترین و شدیدترین لطمه ها را به محیط زیست ایران وارد کرده است. حکومتی که منافع ملی و حفظ محیط زیست ایران کوچکترین ارزشی برایش نداشته و با سیاست های فاجعه آمیز خود کمر به نابودی ایران و ایرانی بسته است. در جدیدترین از این دست اقدامات می توان به خط راه آهن رشت به آستارا اشاره کرد. پروژه‌ای که به گفته کارشناسان محیط زیست نابودی جنگل‌های کهنسال هیرکانی را به ارمغان می‌آورد. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر اجرای طرح راه آهن رشت‌آستارا گفت: راه آهن مذکور نقشه ویرانی تنها جنگل جرگه‌ای ایران است. با پول نفت ملت جنگل گیسوم و 100 هزار درخت می‌میرند. این پروژه به طول 160 کیلومتر است که مقصود از آن اتصال رشت به آستارا است و هیچ مطالعه‌ای که ضرورت این راه آهن را تثبیت کند انجام نشده است. سمیه رفیعی افزوده این پروژه با پول نفت قرار است انجام شود و پیمانکار گفته ظرف 4 سال پروژه را به اتمام می رساند، ولی در واقعیت حداقل 15 سال طول می کشد. 160 کیلومتر بعد رشت رو می خواد به آستارا متصل کنه. هیچ مطالعه ای که بخواد ضرورت این راهن رو تثبیت کنه نداریم. با پول نفت میخواد چیز بشه. پیمانکار اومده گفته 4 ساله، در شاید که در عمل و در واقعیت 15 سال حداقل طول خواهد کشید. ما یه چیزی دوروبر، یعنی تنها جنگل جلگه‌ای ایران که بشه جنگل گیسوم یا حالا ساحل گیسوم رو از بین خواهد برد. 100 هزار قطعه درخت مثلا با قطر سیسانت از بین خواهد رفت. حالا اینا البته یه بخشایش ها، بعد کلی باید فقط زمین از مردم بخرین. یعنی بحث کشاورزی و امنیت غذایی ما حتما تحتش در استان مولد حتما تحتش قرار خواهد گرفت. یعنی چون زمینه به این خواهد رفت دیگه، از 4 تا روستا این در واقع خط آهن رد خواهد شد. بعدم که مثلا ادعا میکنن که 15 میلیون تن بار رو اینا میتونن جابجا بکنن. کل ظرفیتی که ما میتونیم در واقع جابجا بکنیم در وقتی متصل میشه داخل ایران بخواد بره نهایتا 5 میلیون تنه. یعنی بقیه راهن ما، یعنی بیاد درسه به قزوین، از قزوین که بخواد تخص بشه این بر اونور مثلا 5 میلیون تنه. بعد اصلا الهم یعنی از سرخس میتونن رد بشه. یعنی شرکت مشاور و پیمانکار داره برای در واقع کشور ما، برای دولت ما داره تصمیم گیری میکنه. سفر آذربایجان که رفتیم مذاکره، درخواست اصلیشون
راهن رشت آسارا بود برای اتصال به ایران که بتونن به خلیج فارس اقیانوس هند وصل بشن. پولش قرار ما بدیم. بعد اینو درخواست اصلیشون هست و اینکه بحث احیای جاده ابریشم تا به قول شما حالا با تجربه که حالا منم گفتم به فرکسیون محیط زیستم میشه یه لایه اومد عقب‌تر به جای که از اون ور البرز راه بکشیم از پایین البرز یعنی از سمت گیلوان به خلخال از اونجا راه بکشیم. سمیه رفیعی تاکید کرده ما چند ماهه روی این موضوع کار میکنیم. این که میآیند اول و آخر پروژه را احداث میکنند و این میانه را به عنوان توجیه در نظر میگیرند که حتما این پروژه باید تکمیل شود، این پروژه از اساس مشکل دارد و توجیه اقتصادی و فنی و تکنیکی ندارد، چرا که تمام منابع و معادن شن و ماسه کشور برای این پروژه حرام میشود چون اصل این پروژه بتونی است. همچنین اصلا پول و منابعی برای خرید زمینهای زراعی وجود ندارد. رئیس فراکسیون محیط زیست افزوده مسیر جلفا الان وجود دارد و دلم از این میسوزد که بار را میتوان از این مسیر منتقل کرد، فقط 100 کیلومتر بازسازی میخواهد، ضمن اینکه سرخس 1 میلیون تن بار را از سمت بافق به چابهار میرساند. همچنین بحث ترانزیت دریایی هم وجود دارد. همچنین فاطمه محمد بگی نماینده مجلس نیز در این خصوص گفته درخواست آذربایجان برای اتصال به ایران احداث راه آهن رشت آسارا بوده که برای اتصال به ایران بتوانند به خلیج فارس و اقیانوس هند وصل شوند و پول این پروژه را ما بدهیم. همچنین احیای جاده ابریشم هم درخواست آنهاست. به جای این پروژه اگر قرار بر راهسازی باشد میتوان از پایین رشته کوه البرز نیز راهسازی کرد. در حالی که گفته میشود فراکسیون محیط زیست مجلس از چند ماه پیش مشغول کار روی این پروژه بوده، جامعه علمی، کارشناسی و دانشگاهی از شروع به کار راه آهن و نهایی شدن آن خبر داده بود. هادی کیادلیری استاد دانشگاه و رئیس سابق انجمن جنگلبانی ایران با گلایه از این وضعیت به پیام ما میگوید ما در کشور دو جنگل باستانی داریم که به دریا اتصال دارند، یکی از آنها سیسنگان و دیگری جنگل گیسوم است، جنگلی باستانی و مهم با درختانی بسیار با ارزش. چطور قرار است در چنین جنگلی طرحی با این عظمت اجرا شود و ما همین چند روز پیش درباره عملیاتی شدن آن بشنویم؟ او با گلایه از سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی اضافه میکند سازمان منابع طبیعی مدام در حال تبلیغ برای کاشت 1 میلیارد نهال است. علاوه بر آن این طرح ایرادات فراوانی دارد. باید پرسید چرا این سازمان برای از بین بردن درختان و جنگل کشور واکنشی ندارد؟ چرا میخواهند درختان و جنگل ها را ویران کنند و بعد بروند نهال بکارند؟ این وضعیت چه توجیهی دارد؟ کیا دلیری با تاکید بر آن که این خط آهن بیش از آن که به پایداری و قدرت ایران کمکی کند، راه فراری برای روسیه است میگوید گذر از جنگل، نابودی درختان و زمین‌های کشاورزی، از بین رفتن امنیت غذایی و آوارگی روستاییان قطعاً برای ایران توسعه به همراه نخواهد آورد. توسعه در کنار پایداری سرزمین معنا می‌شود. روسیه درگیر تنش‌های بین‌المللی است و وقتی این تنش‌ها تمام شود، ممکن است از این خط آهن هم اصلاً استفاده نکند، اما مسئولان ما با این کار هم مردم و هم جامعه علمی و کارشناسی را غافلگیر کردند. ما می‌خواهیم بدانیم چه کسانی ارزیابی اثرات محیط زیستی این طرح را انجام دادند. طبعاً به این درخواست جوابی نمی‌دهند. به گفته او اثرات این تخریب همیشگی خواهد بود و برای کشوری که حتی شاخه‌های خشک درختانش هم اهمیت دارد و در چنین اقلیمی قرار گرفته، انجام چنین طرح‌های سیاسی است و هیچ وجهی از توسعه را به دنبال نخواهد داشت. جنگل‌های ما در حال فروپاشی است. همین جنگل گیسون بارها مورد تعرض و تخریب قرار گرفته. از باریکه جنگل‌های شمالی چه باقی مانده که از همین مقدار هم نمی‌گذرد. این خبر را هم نخستین بار یک نماینده مجلس داد، یک فرد سیاسی. آنها کارهایشان را از کارشناسان مخفی می‌کنند و منافع کوتاه مدت را در نظر می‌گیرند، نکته‌ای که کشور را به نابودی کشانده است. اعتراف نماینده مجلس: کمر مردم زیر بار گرانی شکسته، انقلاب گرسنگان در راه است. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی با ادعای کاهش 1% تورم اردیبهشت نسبت به فروردین ماه گفته که چشم‌اندازهای تورم برای ماه‌های آتی نیز تداوم روند کاهشی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در آمارهای تورم عددسازی می‌کند و نسبت به آغاز موجی تازه از اعتراضات به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی هشدار می‌دهند. در
حالی که هنوز مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم اردیبهشت ماه را اعلام نکرده، وزیر اقتصاد از کاهش 1% تورم اردیبهشت خبر داده اما جزئیات بیشتری را اعلام نکرده است. این همه در حالی است که به طور کلی در فروردین ماه شاخص تورم برای مواد غذایی در آستانه 80% است. بازار دارو و درمان و پوشاک هم وضعیت هشدار دهنده‌ای دارند و تورم نقطه به نقطه این دو بخش از 50% گذشته است. آمارهایی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد برخلاف ادعای کاهشی بودن تورم از سوی احسان خاندوزی، دولت نه تنها نتوانسته تورم را پایین بیاورد، بلکه در حال ثبت رکوردهای جدید تورمی است. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، به وبسایت انتخاب گفته سیاست‌های غلط پولی، مالی و ارزی دولت منجر به رکوردهای تورمی شده که می‌بینید. وقتی ارز 4200 تومانی حذف شد، قرار بود 4 مورد کالا گران شود. سوال این است که وقتی مرغ گران می شود، آیا فقط مرغ گران می شود یا وقتی تخم مرغ گران می شود، سبد صبحانه غذایی مردم هم گران می شود؟ نتیجه ذهن مکانیکی مسئولانی که فکر می کنند حذف ارز 4200 تومانی یعنی تورم 4 قلم کالا و غیر واقعی دیدن اقتصاد، همین تورم 60% می شود. صرف مرغ اکثر خبر گزاری شد. بعدم الان میگه که مرغ تموم شده به کسی نمیرسه. فیلم رو میفرستم برای شبکه خوبه برای تو صرف مرغ منجمد. اونطور که مشاهده میکنین بکنم ماشین 500 نفره تو صرف تورم افزایشی سبب گسترش فقر در جامعه شده و به تازگی کارشناسان زیادی درباره عوارض ناشی از گرانی و فقر هشدار می‌دهند. بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، به تازگی گفته که متاسفانه قریب به 20 میلیون نفر در کشور در شرایط مساعدی نیستند که حدود 3 میلیون خانوار بوده و دچار فقر مطلقند که این آمار در سامانه رفاه نیز مشخص است و باید به این افراد کمک جدی و اساسی شود. افزایش فقر مطلق در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ظرف سالهای گذشته طبقه متوسط جامعه با حذف شدن رو به نابودی رفته و به سمت طبقات تنگدست جامعه سوق داده شده و همین امر افزایش جامعه فقیر ایرانی را هشدار می‌دهد. حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با وبسایت اقتصاد 24 معتقد است جامعه ایران با خطر عادت به فقر روبرو شده است. در این چند سال ریزش طبقه های مختلف اجتماعی با شدت بیشتری دنبال شده که جامعه را با خطر بزرگ عادت به فقر روبرو کرده است. با این توضیح که دلیل این وضعیت غیرقابل تحمل به طور 100% دولت است، یعنی دولت برای جبران کسری بودجه دلار را گران می‌کند و به تبع همه چیز به طور پررنگی گران می شود. به هر حال خلاهای موجود باید پر شوند که همین دهک متوسط را به دهک پایین و دهک پایین را به فقر مطلق می کشاند. بنابراین دولت باید با در نظر گرفتن اینکه مردم جامعه به لحاظ اقتصادی ضعیف شدند، اصلاح سیاست های اقتصادی را اولویت خود بداند، چرا که این انقلاب برای دفاع از منافع ضعفا و برطرف کردن ظلم اقتصادی برپا شد. حسین راقفر اقتصاددان اصلاح طلب نیز نسبت به شروع قریب الوقوع اعتراضات به خاطر گرانی و فقر هشدار داده و گفته که هر لحظه امکان دارد وقوع پدیده‌هایی مانند اعتراضات و ناآرامی‌های غیرقابل پیش‌بینی وجود بیاید. این اقتصاددان تاکید کرده که در شرایط فعلی باید منتظر بازگشت اعتراضات و ناآرامی‌های غیرقابل پیش‌بینی در خیابان‌ها باشیم. حجت میرزایی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز از ایجاد آشفتگی در بازار کار خبر داده و گفته در شرایط امروز که با نرخ تورم و بیکاری بالا، رشد اقتصادی پایین و نرخ بالای اشتغال غیر رسمی مواجهیم، دولت با این پیشنهاد رسما هم قانون کار را معلق می‌کند و هم خود را از مسئولیت تنظیمگری و مدیریت در بازار کار برکنار می‌کند. حجت میرزایی افزوده که در شرایطی که مردم با تورم بالای 50% مواجهند، جمعیت زیر خط فقر دو برابر شده و با مسائلی مانند تشدید فقر مسکن و فقر غذایی به دلیل روند فزاینده تورم مواجهیم. عملاً دولت بخش بزرگی از مسئولیت‌ها را از سر خود باز کرده و نظام اقتصادی جدیدی به وجود آورده که دست کم در 80 سال گذشته بی سابقه بوده است.
همراهان عزیز و گرانقدر، به پایان این برنامه شبانگاهی از آوای ایران رسیدیم. فراموش نکنید کانال ما از ابتدا بر پایه اعتماد و حمایت‌های شما عزیزان استوار شد. با درمیان گذاشتن دیدگاهتون در ارتباط با اخبار روز، یاری رسان تیم تحریریه آوای ایران باشید. پاینده ایران.